ما بین ما بین سلام بخش. خیلی با... خیلی منتظر بودی. درود، عرض ادب احترام. بله خوب بله خوبی شما عکس امام خمینی عزیز، صدا آن میاد؟ بله بله عکس امام خمینی رو چرا گذاشتی؟ امام خمینی اون ته داره دست تکون میده، ببینش اون کناره سمت چپ. عرضم به حضورت که خدمتی شما بگم که امام خمینی گفتی حالم بد شده و دیگه نمیتونم صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که من نتم ضعیفه، این این وزیر ارتباطات هم که همش پاش روی سیم برق ماست، روی سیم تلفن ماست، متاسفانه نت ما همش ضعیفه. آقا آرمین عزیز، یه صحبتی داشتم، گفتم که اگر امکان داره یه چند دقیقه وقت بدید من خدمت شما بگم. بگو بگو. بله بله عرضم به حضور شما که من یه مقاله یه مدت دارم پیگیر میشم و تقریبا کاملش کردم. فکر میکنم ما چون توی اینستاگرام خیلی فعالیت میکنیم در رابطه با این مقاله که خدمت تو حالا میگم، در مورد دین، ادیان، نمیدونم خدا، اینها میدونیم مردم ایران، چون من خودم توی ایران زندگی میکنم، میبینم که مردم ایران بسیار متعصبن، تعصبی به همه قضیه ها نگاه میکنن، مخصوصا از قضیه دین و خدا با نمیدونم اینجور مسائل. خیلی سخت میشه به یک انسان مثلا خدا باور یا مسلمان، البته این مسلمانی که میگم مسلمان نیستن، همون در ظاهر اون تعصبشون پدرشون رو در آورده، به طور کل خیلی این تعصب روشون تاثیر گذاشته تا اینکه دین و نمیدونم دیانت رو اینجور موارد. اینه که من نظرم بیشتر روی راه‌های شفا به اصطلاح درجات آگاهیه. حالا اگه دوست داشتی بنداشو برات میگم، ببین اصلا قابل قبول هست، به درد میخوره. اگه میشه سریع بگو، باش اگه میشه سریع بگو چون برنامه داره میره بالای دو ساعت. سریع من قاسم و محسن و حمید هم میخوام بیارم بالا. بگو بگو باش. بگو. حالا اگرم طول کشید من یه چند تاشو میگم و میریم که بعد. آره ببینید، من یه سری اینها رو دسته‌بندی کردم که اینا خیلی تو ایران کاربرد داره. مثلا مثل یک این 17 گام هست که به اصطلاح هم ربط داره. یکی حس شرمساری، گناه، بی‌تفاوتی، اندوه، ترس، آرزو، خشم، شجاعت، غرور، بی‌طرفی، رغبت، پذیرش، استدلال، عشق، شادی، آرامش و روشنگری. ببینید در مورد هر گونه اینا میشه ساعت‌ها صحبت کردن، همه رو یادداشت دارم، هم از آتئیست‌ها سوال کردم، از مسلمانان سوال کردم، از بهایی‌ها، از یهودی‌ها، خیلی اینا که می‌دونستم تو اینستاگرام با ساعت‌ها صحبت می‌کنم در مورد اینا. خیلی اطلاعات خوبیه که دیدم یه سری از خداباوران حتی مسلمان‌ها خیلی برگشتن. مثلا وقتی میان تو بطن این صحبت ها میان صحبت میکنن، از وقتی نگاه میکنی میبینی طرف فقط نیاز داره تعصبشو ازش بگیری، این تعصبشو که ازش میگیری خودش خود به خود میره دنبال اون راه آگاهی. میدونی چی میگم؟ من میگم این آگاهی مهمترین چیزیه که مثلا آقایا تعصب چجوری میگیری؟ ببینید وقتی داریم با هم صحبت، آره ببین وقتی داریم صحبت میکنیم، مثلا میام از احساساتش برای صحبت میکنیم، میام از اون گناهایی که در دینش مثلا توضیح داده شده، از اون ترسی که در وجودش هست، ما میام روی این ترسه بیشتر کار میکنیم، این ترسه رو میگیریم ازشون. البته ما نمیخوایم کسی رو بیدین یا بادین کنیم، منظور من اینه که من خودم یکی از آدم متعصب بودم، یه سری از این راه ها رو در پیش گرفتم، فهمیدم که چی خوبه چی غلطه از نظر خودم. البته من فکر میکنم بیشتر ایرانی ها توی داخل ایران این ترسه بهشون غلبه کرده، متوجه چی میگم؟ یعنی این ترسه و این تعصبه که بیشتر هم دوباره ترس میتونه یکی از عامل این خدا باور بودنشونه. عامل های دیگر رو راحت میشه از بین برد. میدونی صحبت من بیشتر روی این ترسه و تعصب است. خب نظر شما چیه؟
من نمیدونم، ترس فکر نکنم خیلی، تعصب خیلی تاثیر داره ولی ترس فکر نکنم اونقدر تاثیر داشته باشه، فکر کنم بیشتر تعصبه. ولی خب این تعصبه رو اگه بلدی از مردم بگیری به ما یاد بده چجوری ازشون میگیری، یعنی تعصب چجوری یه نفر میتونی، آخه تعصب یه چیزیه که خیلی سخته شکستنش، چجوری این کار کردی؟ ببینید ما من حالا شاید من منظورم رو بد خدمت شما گفتم، من کسی رو حالا به نوعی نتونستم مثلا خداپرست بکنم یا آتیست، اصلا صحبتم سر اینا نیست، تا اینه که او طرف مثلا باور داره به یک قرآن، به قرآن مجید یا یک کتابی باور داره، ما میایم از نظر چجور خدمت شما بگم اون درجات به صلاح نمیدونم حالا چجور بیان کنم، یه کمی چون طول کشیده واجهش تو ذهنم نمیاد خدمت شما بگم. ببینید میایم رو اصولیات که خیلی بهش وابسته است کار میکنیم، اونایی که وابستگی خیلی داره. ببینید اگر تشریف بیارید تو این به اصطلاح لایو ببینید، طرف با تعصبی میاد بالا میگه آقا قرآن مثلا کلام خداست، نمیدونم از طرف خدا اومده، ما میایم روی این واژه ها روی این اصلش کار میکنیم، از طرف سوال میکنیم همراه با اون اطلاعاتی که خودمون داریم، میدونی چی میگم، گفتگو میکنیم. اگر کسی واقعا درش یه ذره اون به اصطلاح شهامته، همون ترسی که من خدمت شما میگم، اون شهامت رو داشته باشه که این رو قبول بکنه، که خوشبختانه جوانای ایرانی ما، چون من میگم خودم از نزدیک میبینم، با یک کمی گفتگو یه سری کار کردن روی اصولایی که واقعا اینا اصولایی نیست که من نوشته باشم، اینا خیلی از دانشمندا و کتابای میدونی ارزشمند به دست اومده. یه خانومی هست توی به اصطلاح اتریش هست که اونم خیلی زحمت کشیده روی این کارا. اینو بذار سریع بگم بعد برم سراغ قاسم و چند نفر دیگه که هستن. به عبارت دیگه فقط من البته فکر کنم حرفتو قبول دارم، چون که به نظرم چیزی که میخوای بگی اگه درسته بگو به من، فقط با صحبت کردن خب درباره اعتقاداتشون باعث میشه که بعد از گاردشون آروم آروم بیارن پایین، یعنی همینجوری صحبت دوستانه کردن باعث میشه که اون حساسیتی که به عقایدشون دارن اگه بذاریم با هم درباره صحبت بکنیم، این حساسیت بلد. یه مقدار میره کنار. درسته بله یعنی؟ دقیقا این حرفی که شما میزنی کاملا درست. بله بله درسته. ببینید اون تعصب، میگم اون خوشبختانه جوانای ایران توی داخل ایران یه جوری هم که البته این مدیون حکومت اسلامی هستیم ما، چون ما اگر خودمون میخواستیم این تعصب رو کنار بذاریم، من خود آریان اگه میخواست این تعصب رو کنار بذاره شاید تا آخر عمرم هم نمیتونستم، چون انقدر آگاهی که جمهوری اسلامی اومد با این به اصطلاح دینش و مذهبش و اینجور رفتارهایی که تو این 43 سال نشون داده به ما، میدونی خیلی راحت تر تأثیر گذاشته روشون، دین واقعی رو نشون دادن به مردم، فقط یک تلنگری مونده که بهشون بزنی این ذهن آزاد کنن، یعنی ذهنشون بسته است. متصورم مثلا خود ما آدمهایی مثلا توی این لایو دیدیم 50 سالشونه، 55 سال، 60 سالشونه، 40 سالشونه، من حتی با بسیاری از دوستان بهایی و مسلمان صحبت کردم، در آخر طرف قانع میشه میگه آقا این حقیقت ماجراست، این حقیقت مثلا اصله، در قرآن مثلا اون جنایت ها، اون به اصطلاح خوب ها و بد ها، خوبی که توش نیست کلی، اون خوب ها و بد ها رو که وقتی میاری براش میشکافی، چون اکثر ایرانی ها قرآن رو یا عربی خوندن یا اینکه شنیدن، بیشتر ملت شفاهی هستیم ما تا اینکه ملتی باشیم که بریم بخونیم، خیلی درصدمون کمه، ملت شفاهی هستیم، اینا رو گوش کردیم. وقتی که میای براش باز میکنی یا قرآن رو مثلا معنی میکنی، معنیشو میخونه، نظرش عوض میشه، به قول شما وقت گاردش بازتر میشه، بهتر میشه بهش نفوذ کرد. فقط کافیه که اون تلنگر رو بهش بزنی تا بره اون قضیه رو بخونه. میگم اینا خیلی راههای قشنگ و خوبیه. البته طب. که من باید برم سراغ نفر بعدی. من فقط یه چیز کوچیک بگم، فقط میذار دلی داره، من یه چیز کوچیک بگم بعد برم سراغ من، که قاسم و God is nowhere رو محسن و حمید هم منتظرن. من فقط بگم ببینید ما هدفمون میتونه حتی کمتر از این باشه که یه نفر اسلامو بذاره کنار.
ما موفقیت ما حتی میتونه به این کمی به نظر من این پیروزی بزرگ، البته خب یه نفر اگه دینش رو بزرگ کنار که عالیه، خب یعنی نمیتونه هدف باشه، ولی یک مسلمانی که تعصب داشت به اسلامش و هرچی اگه از اسلام حتی یه ذره بدن بگی بهش برمیخورد، اگه ما بتونیم یه کاری بکنیم روی همچه کسی یه کار بکنیم که حتی اگه مسلمانم موند ولی براش قابل قبول بود که مثلا بعضیا بیان اسلامو نقد بکنن، خب این به نظر من خودش یه پیروزی بزرگه، خب یا پیروزی راحت تره. یعنی ما فقط فکر نکنیم که تنها پیروزی پیروزیه که یه نفر فقط دینو بذاره کنار بی خدا بشه، ما پیروزی کوچیک‌تر هم داریم. بگو سری من برم سراغ نفر بعد. بگو ببینید من کوتاه، آره خود میخوام یه چند ثانی ببینید من اصلا منظورم این نیست که طرف با خدا بشه بی خدا بشه با دین بشه بی دین بشه، هر چی میخواد داشته باشه اصلا مهم نیست. این درجات آگاهی که من خدمت شما میگم، اگر یه روز دوست داشتی بیار بالا دقیق تر در موردش صحبت کنیم، این درجات آگاهی که من خدمت شما میگم اینها راههایی است که ما میتونیم باهاش به سعادت برسیم. یعنی منظور من اینه که ما فردا اگر این حکومت هم به اصطلاح رفت گورش رو گم کرد به تعبیری، میتونیم راحت تر یک جامعه مدنی مثلا سکولار یا هر چی به اصطلاح بوجه مردم آگاه شدن. اگر این مردمی که الان ما میبینیم یه حکومت دیگه هم بیاد، متاسفانه بعد از 30 سال همون راهو داره، به خاطر اینکه مردم ما دنبال آگاهی که نیستن، میگن مردم شفاهی هستن، شما خودت میبینی نیستن، خودشون برن تحقیق کنن خوب و بد بدونن. آمار داره نشون میده که اکثرشون دارن اسلامو ول میکنن. به نظر من آمار، من که خیلی خوشبینم، البته ما اینجا من باید برم سراغ قاسم و God is nowhere. من که فکر میکنم که من خوشبینم، ولی از مردم ایران فعلا بر اساس آماری که دیدم، شاید خوشبینیم اشتباه باشه. پس یه روز دیگه آرمین جان اگه اجازه هست یه روز دیگه خدمت شما بیام اینو باشد. بازتر کنم اگر یه شبهاتی هست، اگه میشه مقدار روی یکیش فوکس بکنم من تو ذهنم اینقدر... داشته باشم. باشه باشه، ولی اگه میشه فقط روی یک موضوع، نه روی مثلا چندین تا چیز مختلف، روی یه چیز خاص تمرکز بکنیم، نه روی همه مقاله نه. باشه باشه، مرسی. فقط میخواستم کلی بگم، آره میخواستم کلی گویی کنم که مطالب تو ذهنت بیاد. خیلی ممنون. باشه ممنون، مبین خوشحال شدم.